فصل اول کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. کتاب در سواحل گنگا اثر دکتر اسدالله حبیب از انتشارات پرنیان خیال را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. این کتاب که در واقع رمان مستندی است، داستان زندگی ابوالمعانی میرزا عبدالقادر، مشهور به بیدل دهلوی، شاعر فارسی سرای سبک هندی است. او در سال 1054 هجری قمری در پتنه هندوستان به دنیا آمد و در سال 1133 هجری قمری در دهلی درگذشت. بیدل را در ایران شما قشر فریخته جامعه به خوبی می شناسید که کلیات آثارش به تصحیح چند تن از استادان شعر و ادب بارها و به شکلهای گوناگون منتشر شده. تنظیم رادیویی زندگی نامه داستانی او که به قلم محمد باقر رضایی انجام گرفته با روایات این صدا بهروز رضوی تقدیم شما می شود. با اولین قسمت این بازخوانی همراه باشید. عبدالقادر در سایه درخت کهنسال کنار صفه مسجد با بی‌صبری چشم به راه کاکایش نشسته بود. دو شاگرد کلان سالتر در گوشه‌ای بحث علمی را با خشونت و قهر ادامه می دادند و سخن به درشتگویی کشیده بود. یکیشان متوجه عبدالقادر شد که نشسته است و نمی رود. گفت: همه رخصت شدند، تو چرا نشسته ای؟ خانه نداری یا گپ‌های ما را گوش می کنی؟ از این گپ‌ها چیزی نمی فهمی؟ بخیز و برو. عبدالقادر گفت: کاکایم حالا می آید، یک جا می رویم. عمویش میرزا قلندر ناگهان موزه‌هایش را بر زمین کوبیده رسید. صورتش عرق کرده و چشمانش مانند همیشه سرخ بود. آهسته در کنار عبدالقادر نشست. پرسید: درس آخر را گرفتی؟ عبدالقادر سر تکان داد: بلی، امروز قرآن ختم شد. میرزا قلندر دستی بر سر تراشیده برادرزاده کشید و با محبت گفت: بارکلا. با آمدن میرزا قلندر صدای آن دو شاگرد بحث کننده هم بلندتر شد. به سوی یکدیگر دست تکان می دادند و هر آن صدایشان بلندتر می شد. میرزا قلندر گفت: درس مدرسه که اینقدر غرور و کبر بدهد تعلیم شیطانی است. علمی که به انسانیت انسان نیفزاید چه کار می آید؟ نه، این درس را نباید آموخت. نمی خواهم. برویم. دست برادرزاده را گرفت و هر دو شتاب کنان به راه افتادند. میرزا قلندر توی راه ادامه داد: این درس ها از خدا و آدمگری دور می کنند. نفع را یاد می دهند، انسانیت را از یاد می برند. علم برای کبر و غرور و جنگ و جدل که نیست. عبدالقادر جان، امروز روز ختم قرآن، روز آخر مدرسه ات باشد. فهمیدی؟ روز آخر مدرسه ات. دیگر بس است. عبدالقادر از سخنان کاکایش ناراضی شد. میرزا قلندر پشت گپ را رها نمی کرد. چنان که عادتش بود بلند بلند می گفت: یکی دیگری را اهانت می کنند تا معلوم شود که کدام یک درس را درست‌تر می داند. یک دیگر را خار و شرمنده می کنند. برای تو دیگر این مدرسه تمام شد. عبدالقادر با گلوی فشرده گفت: شما هم؟ میرزا قلندر پرسید: چی شما هم؟ شما هم مثل آنان هستید. آنها شنیدند که چی گفتید. خطا نکن. خوب از شنیده باشند. دیگر نخواهند کرد. عبدالقادر را جمله کاکایش برای تو دیگر مدرسه تمام شد سخت غمگین ساخته بود. مکسی کرد و گفت: مادرم می گفت درس خواندن آخر ندارد. کاکایش صدا را بلندتر کرد: درست است. تو دیگر در خانه زیر نظر خودم می خوانی. عبدالقادر می دانست میرزا قلندر از آدم هایی نیست که امروز می گویند و فردا از یاد می برند. خاموشانه در پهلوی کاکایش راه می رفت و احساس تنهایی می کرد. به آسمان نگریست. زاغی بالای سرش می پرید. گمان برد
زاغ روح مادرش است که او را در راه مدرسه و خانه همراهی می کند. آیا او می داند که این آخرین روز مدرسه است؟ از کنار حجره شیخ کمال گذشتند. شیخ در کنار در حجره بر چهار پایه نشسته بود و تسبیح می انداخت. میرزا قلندر چنان که عادتش بود بلند صدا کرد. سلام علیکم یا شیخ. شیخ آهسته تقریبا زیر لب و علیک گرفت. میرزا قلندر دویده جلو رفت. دستش را بوسید و بی مقدمه گفت درس مدرسه به هیچ دردی نمی خورد جناب. دیگر این برادرزاده را نمی گذارم به مدرسه برمد. مریدی که در کنار شیخ نشسته بود گفت مادر این کودک تا زنده بود هر روز او را به مسجد می برد و می آورد. میرزا تو گمانم خسته شده ای با این ببر و بیار هر روز طفل. میرزا سخنش را قطع کرد. نه چنان نیست، قرآن را ختم کرده است، حالا باید با ادبیات فارسی و کتابای قدما آشنا شود و این کار از خودش هم ساخته است. هر گونه خط را خوانده می تواند، مبادی صرف و نحو عربی را هم کمابیش یاد گرفته است و شوق عجیبی به خواندن و یاد گرفتن دارد. هر گوشه دنیا مدرسه است و هر کسی که یک کلمه بیشتر می داند می تواند در یاد دادن همان کلمه معلم شود. او نباید از عشق حقیقت بی نصیب بماند. میرزا قلندر از بعضی علما و از خود شیخ کمال شنیده بود که علم دو گونه است. یکی علمی که از مدرسه و کتاب‌ها یاد گرفته می شود و دیگر علمی که در اثر دقت در کنه موجودات و تأمل در خود و در پیرامون از درون خود شخص می جوشد. این علم دومی برای انسان مهمتر است. میرزا قلندر می خواست اینها را هم به مرید بگوید. ترسید که حرفی اشتباهی خواهد گفت و شرمنده خواهد شد. بهتر دانست که بگذارد شیخ سخن بگوید. شیخ که تا آن وقت متوجه عبدالقادر نشده بود آهسته سرش را به سوی او گرداند و شگفت زده پرسید قرآن را ختم کرده است گفتید؟ جزاک الله. اکنون باید 10 ساله باشد. میرزا قلندر گفت همینطور است. شیخ گفت پس به نشستهای ما هم میتواند اشتراک کند. همه گفتند انشاءالله. عبدالقادر دلش میخواست شیخ کاکایش را بگوید که مانع رفتن او به مدرسه نشود. اما دید گرما شیخ را خوابالود کرده است. میرزا قلندر سرانگشت دست راستش را بر زانوی شیخ دکه داده، بوسید و به راه افتاد. عبدالقادر هم به دنبالش. از شیخ که دور شدند، میرزا قلندر با خوشحالی گفت چه تصادف نیک، خانه و حجره شیخ کمال هر دو برای تو مدرسه شدند. عبدالقادر به آسمان نگریست. دامن لاجوردی آسمان از آن زاغ پرفشان خالی بود. در غیاب آن زاغ سخت احساس تنهایی می کرد. از سخنان کاکایش هم چندان خوشش نمی آمد. اون مرد نظامی بود و با شتاب راه می رفت. عادت داشت یک سخن را چند بار بگوید. قرآن را یادت دادم، خانشان آباد. یک دستمال و قند برایش می دهم. خط فارسی را هم که خوانده می توانی. کتاب می آورم بخوان. مشکل داشتی کمک میکنم. همین اکنون آنها کشف المحجوب میخوانند. برو گوش کن. آموزش راه‌های مختلف دارد. من سواد ندارم، اما میدانم که در بسیاری کتاب‌ها چه نوشته است. دیگران خواندند و من شنیدم. سبق هم با چشم خوانده میشود و هم با گوش. راه‌های مختلف دارد. کتاب‌های شیخ عطار، حکیم صنایعی، شیخ سعدی را میآورم بخوان. نتوانستی کمک میکنم. در پرسیدن شرم نیست. از کسی دیگر میپرسم، جواب رو برای تو میآورم. هر روز که از کار میایم برایم بگو که چه خوانده ای و چه فهمیده ای و چرا نفهمیده. از برابر دیدگان عبدالقادر چهره همدرسان یکی یکی میگذشت. او غمناک از آن بود که آنان را شاید تصادفی ببینند. گفت عمو اجازه میدهید یکان روز برای دیدن دوستانم به مدرسه بروم؟ میرزا قلندر به برادرزادهش نگاه کرد. اجازه میدهم. تو از این جوی خیز بزن. هوش کن نیفتی. فکرت را در راحت بگیر. جوی بچه‌ای بر سر راهشان بود. عبدالقادر فکر کرد چرا کاکایم همیشه فکر میکند که من نیاز به کمک دارم.
هوش کن پایت به سنگ نخورد، هوش کن به جوی نیفتی، هوش کن کفشت گلالود نشود، هوش کن هوش کن، حالان که پای خودش بارها به سنگ میخورد. کلانها همه درباره خوردان اشتباهی فکر میکنند. عبدالقادر ایستاد و به پشت سر دید. هنوز نوک شاخه های درخت پیر مسجد دیده میشد. دلش در محبت آن درخت، آن مسجد، آن آخوند و آن بچه ها تپید. او پس درگذشت پدر و مادر نمی توانست تنها زندگی کند. میرزا قلندر زیر دست خود گرفته بودش. از آن روز برای عبدالقادر برنامه درسی دقیق تر از مدرسه و مشکل تر از آن آغاز شد. وقت داشت از کتابهایی که میرزا آورده بود فصلهایی را بخواند و غروب هنگام که کاکایش از کار برمیگردد از نظرش بگذراند. میرزا قلندر که میآمد همین که کمربندش را سست میکرد عبدالقادر کتاب را میآورد و هنوز پیاله چای کاکایش تمام نشده با شتاب چند برگ منطق الطیر عطار یا بوستان سعدی یا کتاب دیگری را برایش میخواند. بعضی وقتها میرزا قلندر متوجه می شد که عبدالقادر هنگام خواندن کتاب به سطرها هم نمی نگرد. به کتاب می بیند اما از یاد می خواند. پس از چند ماه چنان شد که بعضی غزلها را از یاد می خواند که عشق شادمانی از چشمان میرزا روان می شد و عبدالقادر می دانست که این نشانه تحسین اوست. میرزا عادت نداشت زبانی ستایش کند. سرشتی انتقادی داشت. می گفت خوبی در زندگی آدم ها حالت طبیعی است، باید باشد، تحسین ندارد. بدی را باید نکوهید و گم کرد. روزهای جمعه شیخ کمال و مریدان و دوستانش در باغی و در سایه درختانی جمع می شدند و به شعرخوانی خوش می بودند. شیخ خود نخست شعری می خواند یا صفحه ای از کتابی را می شنواند. در آن محافل عبدالقادر هم شنونده شده بود. زیاد می پرسید و زیاد کنجکاوی می کرد. در ماهای اول، حتی در یک سال اول، کمتر چیزی می گفت. بیشتر می پرسید و می شنید. پسان که با خبر شدند او هم شعر می گوید و شعرهایش هم از سن و سالش بسیار بالاتر است، می خواستند که شعری بخواند. شعر خواندن او هم توجه انگیز و خاص بود. اول گلویش را صاف می کرد، سپس در حالی که به نقطه دوردستی می نگریست، با صدای بلند و تلفظ روشن هر واژه، و رعایت وزن شعر بیت‌ها را بر زبان می‌آورد. کلمه‌های مهم هر مصرع و هر بیت را با کمی فشار صدا ادا می‌کرد. در این روش کسی را سراغ نداشتند که راهنمایش باشد. یک روز دو بیتی را که برای یکی از همدرسان پیشین خود در مدرسه سروده بود به همان روش خواند. همه دقیقه‌ها خاموش و محو به سویش نگاه کردند و در پی شیخ کمال الهی گویان دست به دعا برداشتند. یاران محفل آن سروده را چند بار شنیدند و باز می گفتند از اول آهسته تر بخوان. یکی به شوخی صدا کرد راست بگو این را در کجا خوانده ای؟ عبدالقادر گاه می رنجید، گاهی خوش می شد، لحظه ای احساس پشیمانی می کرد و آن شعر را باز و باز می خواند. یارم هرگاه در سخن می آید، بوی عجبیش از دهن می آید. این بوی قرنفل است یا نکهت گل یا رایحه مشک ختن می آید. شیخ کمال هم کنجکاو شده بود. پرسید فرزند این بوی قرنفل و سخن گفتن همدرس شما چه مناسبت دارد؟ عبدالقادر جواب داد هر روز که از خانه به مدرسه می آمد قرنفل می جوید. دهنش خوشبو بود. این را همه می دانستند. من که این شعر را گفتم و برای بچه ها خواندم همه خندیدند. گفتند دروغ میگویی، خودت این شعر را نگفته ای. مانند همین الان. من هم تا چند سال شعرهای خود را پنهان میکردم و برای کسی نمیخواندم. از ترس آن که دروغگویم میپندارند. در این گفت عبدالقادر حتی گلویش فشرده شد. آخرین جمله را به سختی ادا کرد. سرش خم شده و نگاهش را به زمین دوخته بود. دل شیخ کمال سوخت و با نوازش و مهربانی گفت نه فرزند، ما باور داریم که شعر خودت است. بعضی یاران مزاح کردند، تو نباید برنجی، ما تو را راستگوی و راستکار می‌شناسیم. عبدالقادر باور نکرد که همه کسانی که در آن محفل بودند مانند شیخ می‌اندیشند. چرا شیخ از جانب آنان سخن می‌گوید؟ خودش شاید راست می‌گوید که باور کرده است، ولی همه نه،
بعضی هنوز با تبسم شک و بیباوری به سوی او نگاه می‌کردند. شب‌ها تا ناوقت در اتاق کوچک عبدالقادر شمع می‌سوخت. در روشنی آن عبدالقادر ورق‌پاره‌ای را بر زانو گذاشته شعر می‌سرود. در دوام شب یکی دو بار میرزا که برای رفع حاجت بیدار می‌شد تا پشت در اتاق او می‌آمد و گوش می‌داد. وقتی مطمئن می‌شد که او چیزی می‌نویسد، برمیگشت و با شنیدن بانگ خروسان مطمئن می‌شد که عبدالقادر به خواب رفته است. یک روز عبدالقادر از او خواست نزد شاه فاضل بروند تا مشق‌های خود را برای اصلاح نشان دهد. فاضل که در همان حوالی می‌زیست و عبدالقادر از او خوشنویسی می‌آموخت، شاعر و رند و بزلگو هم بود. مهمانان را با آواز بلند گفت: منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت. بعد رو به عبدالقادر کرد: این فرموده کدام جناب است؟ عبدالقادر گفت: نمیدانم، نخوندم. فاضل سر تکان داد: این آغاز گلستان شیخ سعدی است. تو اکنون چه میخوانی؟ من منطق الطیر شیخ عطار را هفته پیش تمام کردم، اکنون با تذکرت الاولیا سرگرمم. فاضل گفت: من گلستان شیخ سعدی را دارم، برایت میدهم. راستی فرزند، غزل سرایی و شاعری بی تخلص نمی شود. درباره تخلص برای خود فکر کن. چند بار گفتم این را. الان چه می نویسی؟ نام شمس را. آن استثناء را بگذار برای همان حضرت مولانا. شعرت با شعر استادان برابری می کند، ولی هنوز تخلصت را کسی نمی داند. برای خودت تخلص پیدا کن. فصل دوم. شخصی به نام میرزا عبداللطیف در خانه میرزا قلندر مهمان است. او به عبدالقادر در فهم گلستان سعدی کمک کرده میگوید: فردا جمعه است عبدالقادر. فاضل مجلس مثنوی خوانی دارد. مانند همیشه شماری از مریدان و دوستان جمع میشوند. ما هم میرویم. میدانی اولین سوال او از تو چه خواهد بود؟ عبدالقادر گفت: میدانم. چه کلمه را تخلص انتخاب کردی؟ خب جواب تو چیست؟ تخلص من بیدل است. از گلستان سعدی گرفتم. بیت: گر کسی وصف اوز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز. میرزا قلندر شگفت زده به سوی برادرزادهش دوید و همراه با میرزا عبداللطیف تقریبا هم‌آواز گفتند: بیدل؟ عبدالقادر گفت: بلی، بیدل. میرزا قلندر به چرت رفت. عبداللطیف به این سوانسو نگاه کرد و رو به قلندر پرسید: بیدل یعنی چی؟ میرزا قلندر گفت: یعنی عاشق، افسرده، دلتنگ، ترسو هم معنا می دهد. عبداللطیف برخاست به خانه خود برود. از قلندر خواست سلامش را به فاضل برساند و بگوید که بنابر معذرتی در نشست فردا آمده نمی تواند. روز جمعه حدود 20 نفر در خانه شاه فاضل در مثنوی خانی اشتراک کردند. میرزا ظریف دایی عبدالقادر هم آمده بود که از دیدن خواهرزاده بسیار خوش شد و او را دقیقه ای از پهلوی خود دور نمی کرد. آش تندی هم پخته بودند که با سر و صدا و عرق پاک کردنها خورده شد. معمول بود که پس از طعام اهل مجلس سؤالهایی از فاضل می پرسیدند و او پاسخ می گفت، یا خود او مسئله ای را در میان می گذاشت و بران خواستار بحث می شد. از صدر مجلس صدا کرد: امروز اولین سوال کننده من هستم و اولین جواب دهنده میرزا عبدالقادر. اولین باری بود که فاضل عبدالقادر را میرزا عبدالقادر می نامید. گفت: میرزا عبدالقادر، گلستان شیخ خوانده شد؟ ولی گلستان را خواندم. مشکلات خود را هم نزد میرزا عبداللطیف و چند نفر دیگر حل کردم و کتاب شما را هم آوردم. فاضل تبسمی کرد: مرحبا، درباره تخلص شعری چه فکر کرده ای فرزند؟ اگر تو هنوز نیافته ای، من برایت انتخاب خواهم کرد. یافتم استاد، از گلستان گرفتم. واژه بیدل را انتخاب کردم. بیدل؟ فاضل درنگی کرد، به سوی اهل مجلس نظر انداخت و گفت: میبینید چه انتخاب خوبی، برای میرزا بیدل دعا کنید.
همه دست ها به دعا بلند شد و فاضل هم دعایی دور و دراز خواند که اشکهای خودش هم ریخت و دیگران هم با دستار و آستین یا دامن اشک خود را پاک کردند. چند دقیقه در سکوت گذشت. یکی از شاگردان پرسید: جناب، بیدل یعنی کسی که دل ندارد. پس این میرزا عبدالقادر عشق الهی را در کجا نگه می‌دارد؟ این سوال همهمه‌ای در میان اهل مجلس برپا کرد. یکی هم نوا با پرسنده و یکی مخالف او. هر کسی قمقم می‌کرد و چیزی گفت. میرزا قلندر که نیمخیز شده بود صدا کرد که سعدی بزرگوار در بیت گر کسی وصف او ز من پرسد بیدل از بینشان چه گوید باز می‌فرماید من بیدل هستم و خداوند جل علا بینشان. او عشق الهی را در کجا نگه داشته بود؟ بیدل به معنای عاشق هم هست. فاضل گفت: آفرین میرزا، حالا بشنویم که میرزا بیدل چه می‌فرماید. عبدالقادر اندکی پیشتر نشست و گفت: من وقتی گلستان حضرت شیخ را می‌خواندم هر کلمه و هر عبارتی را که نمی‌فهمیدم از میرزا عبداللطیف و یا یکی دو موسفید فارسی فهم و کتابخوان می‌پرسیدم. آنان به من گفتند که لغت بیدل عاشق و افسرده و ناتوان و بی جرأت معنی می‌دهد. فکر کردم که عاشق بودن بهترین صفت برای انسان است. ناتوانی انسان در برابر توانایی الله هم که روشن است. در دعوای چیزی بودن و چیزی داشتن، بی جرأت بودن هزار بار بهتر از جرأت داشتن و دلیری است. با فهم و قبول همه این معانی، کلمه بیدل را تخلص شعری خود انتخاب کردم. درست گفتم آیا؟ فاضل هیجان زده و به آواز بلند گفت: والله که چشم روزگار مانند تو کم دیده است. اواخر مجلس میرزا ظریف دایی عبدالقادر گفت: کاش روز جمعه آینده جناب شاه فاضل لطفی بکنند که این اخلاصمند افتخار میزبانی شما و مریدان را داشته باشد. زمزمه تأیید برخاست. جوانی که در کنار در نشسته بود چیزی بر پاره کاغذی نوشت و آن نوشته از دستی به دستی گذشت تا به فاضل رسید. آن را خواند: میتوان در کلبه ما هم شبی را روز کرد. بوریاگر نیست، نقش بوریا افتاده است. یکی دو نفر سر تکان دادند و گفتند درست است. فاضل گفت: میرزا بیدل، از این هیچ مدان رفع دردسر کن. ما نه اهل بوریاییم و نه اهل نقش بوریا. ما اهل فناییم. ما نیستیم و تنها او هست. بیدل کاغذ را گرفت و رفت گوشه نشست. فاضل به پرسش‌های شاگردان مشغول شد. مجلس آن روز کم کم نزدیک به پایان یافتن بود. فاضل به بیدل توجه کرد و پرسید: جواب ما آماده است؟ بیدل گفت: حالا تمام می شود. کمی دیگر مانده است. چند دقیقه دیگر همه خاموش و در حال انتظار نشستند تا آنکه بیدل پاسخ را تمام کرد و کاغذش را به استاد رساند. فاضل با دقت به کاغذ نگریست و مکرر خواند و بعد پیشانیش گشاده شد. گفت: حیرت انگیز است. بیا خودت بخوان که همه یاران بشنوند. آن هیچ مدان نوشته بود: می توان در کلبه ما هم شبی را روز کرد. بوریا اگر نیست، نقش بوریا افتاده است. حالا تو جوابت را بخوان. بیدل خواند: خود بیا و حال ما بنگر که در ملک فنا روزگار ما ز روز و شب جدا افتاده است. کلبه وسواس است و نقش بوریا زنگار طبع. کار ما با شیوه صدق و صفا افتاده است. بوریا و کلبه را در عالم ما بار نیست. هر کجا ماییم نقش مدعا افتاده است. کلبه آتش زن، نقوش بوریا را محو کن. در بساط فقر تا بینی چه ها افتاده است. تا نخواهد سوخت از ما بر نخواهد داشت دست. نیستی ما را چه آتش در قفا افتاده است. همه در حیرانی سکوت کرده بودند. فاضل گفت: شاباش میرزا بیدل، کلمه ای که مناسب حال تو باشد ندارم. میرزا قلندر نیز گیج شده بود و از برادرزادهش دل نمی کند. فاضل یا الله گفت و برخاست. دیگران هم ایستادند. فاضل سر بیدل 10 ساله را در میان دستای لاغرش گرفت و بوسید.
شاگردان خداحافظی می‌کردند که میرزا قلندر گفت اگر دعوت میرزا ظریف برای جمعه آینده پذیرفته شود، آن شاگرد جوان می‌رنجد و اگر دعوت او را بپذیریم، میرزا ظریف آزرده خواهد شد. بیایید جمعه آینده یاران این محفل مهمان من باشند و همه آنجا جمع شوند. فاضل گفت اگر همه یاران موافقند من مخالف نیستم. همه موافقت کردند. دستها و رویها کشیده شد و هر کسی به راهی رفت. جمعه دیگر سراسر شوریدگی بود. میرزا عبداللطیف و میرزا ظریف در گوشه گرم صحبت بودند. فاضل در صدر مجلس بود. بیدل با حیرت می دید که چگونه یاران در صلح کل مونس هم شدند. این محفل هم با خوشی و شادمانی پایان یافت. مدتی دیگر یک روز در خانه دایی بیدل میرزا ظریف عده‌ای مهمان بودند. شماری شاعران و عارفان شهر همراه با یک پیشوا به نام شاه قاسم و یکی از استادان شعر به نام واله هروی حضور داشتند. قریه آزمایی های ظریفانه جریان داشت. بازی با کلمه ها و بازی با حروف و سرودن بیت های بی نکته و از این گونه ها مجلس را گرم کرده بود. بیدل را بسیاری از مهمانان نمی شناختند. او از شنوندگان به حساب می رفت. چای می داد و دقایقی در کنار در می نشست و چیزهایی می نوشت که توجهی را جلب نمی کرد. شعرهای زیادی سروده و خوانده شد. همه گونه کلمه های ستایش و تحسین بر زبان آمد. شاه قاسم به میرزا ظریف گفت میرزا، این جوان از خیشان است یا از شاگردان؟ ظریف گفت از خیشان من و از شاگردان شماست. خواهرزاده این مخلص است. پسر مرحوم میرزا عبدالخالق. می خواستم معرفی کنم. فرصت نیافتم. او هم قریحه شعر دارد و نظمش را شیخ کمال و شاه فاضل می پسندند. قاسم گفت خب همین است که در هر فرصتی چیزی می نوشت. اگر بیتی آماده دارد بخواند. میرزا ظریف بیدل را صدا کرد. بیدل آمد بر دو زانو روبروی شاه قاسم نشست. ظریف گفت شعری بخوان. بیدل سر تکان داد، گلویش را صاف کرد و به همان شیوه مخصوص خودش چشم به جایی دور دوخت و خواند. مرا بر زلف رشک آید به گرد یار گردیدن، که خواهم زین علم آخر زبان مار گردیدن. ز شرم خود عرق بارنده شد رنگ رخش آخر، چراغان کرد جوش خط ز شام تار گردیدن. سکوت چند دقیقه دیگر ادامه یافت و سیطره شگفت زدگی بر حاضران نمی شکست. استاد شعر واله هروی که توانسته بود شعر را بنویسد با هیجان تأیید کرد که جزاک الله، هم صنعت نو است و هم خیالها بدی. صداهای آفرین و مرحبا از هر طرف بلند شد، بعضی با ناخشنودی و بعضی با حسد. بیدل گفت یک بیت دیگر سرودم که همه حروف نقطه دارند. شاه قاسم گفت بخوان فرزند ارجمند. بیدل چنان که عادتت شده بود با نگرش به دور و صدای بلند خواند. به جنبش تیغ زن چین جبینش، غضب پشتینشین نقش چینش. به به و هی هی مهمانان بلند شد. واله هروی دست بر زانو زد و با تحسین صدا کرد توزن سخن رهوار این جوان است. ارجمند نامت چیست؟ عبدالقادر. تخلص هم داری؟ تخلصم بیدل. بیدل عمرت دراز باد. مجلس ما را با شعری دیگر حسن ختام ببخش تا قضاوت امکان پذیر باشد. بیدل دست شفش را بر سینه نهاد و شروع کرد. ز دست ساقی اگر جرعه چکید به خاک، در ابروی تو چرا موج ناز چین انداخت؟ نه رعشه بر کف ساقی نه لغزشی در جام، که گویم از کفش انداخت آنو این انداخت. دمین که چشم تو سوی پیاله کرد نگاه، قدح زده از شد و باده بر زمین انداخت. به حسن شوخ زمانی عتاب کن که چرا به جام آتش از این لعل آتشین انداخت. پیاله چیست که در بزم شوخی نازد هزار آینه آب رخ این چنین انداخت؟ سال 1071 هجری قمری شاه قاسم در اوریسه منزل کرد.
میرزا ظریف دایی عبدالقادر که دوستدار قاسم بود در آن نوبت در خدمت وی شد. میرزا ظریف که خود از دانایان فقه و حدیث بود، هفته‌ای دو سه بار به بیدل درس می‌داد و بیشتر روزها به داد و ستد تجاری در بازار می‌گذراند. آن زمان هر هفته یک بار در منزل شاه قاسم مجلسی دایر می‌شد. دروازه باز بود و هر که می‌خواست می‌آمد. در بعضی مجالس سید محمود خان دوران که از صاحب قدرتان محل بود نیز اشتراک داشت. بیدل نیز که همراه داییش بود، وقتی خان دوران را شناخت، حیران مانده بود که حضور و غیبت آن مرد قدرتمند هیچ تغییری در وضع مجلس به وجود نمی آورد. اندیشه کرد که چرا او جای معینی ندارد و هیچ توجه خاصی به وی نمی شود. چرا نه به آمدنش کسی از جای می خیزد و نه به رفتنش. پس برای شناخت بهتر او کنجکاو شد. چگونه آدمی است؟ چرا به دیگر بزرگان دولت شباهتی ندارد و هیچ نشانه تشخص در او دیده نمی شود؟ گفتند او طریق عرفان را از جد خیش میراث برده است. باری، سید محمود خان دوران یکی دو هفته به مجلس بحث‌های خانه شاه قاسم در اوریسه نیامد. بیدل داییش را مجبور ساخت که معلوم کند که آن خانه درویش مشرب کجاست. وقتی میرزا ظریف تحقیق کرد و دانست که بیمار است، قصد کردند به پرسانش بروند. روز جمعه بود که به خانه اش رفتند. بوی عود و اسفند در اتاق پیچیده بود. خان سرش را بلند کرد و خوش آمد گفت. افسوس خورد که در چند جلسه منزل شاه قاسم اشتراک کرده نتوانسته است. سادگی و فقیرانگی زندگانی او بیدل را بیشتر گرویدهش کرد. با خود گفت این مرد به راستی عارف است و خانی جامعی دور از تن اوست. فصل سوم. دایی چون خوشنودی بیدل را به خان دوران دید گفت عبدالقادر، من تو را شناخته نمیتوانم. اکثر روزها با سر و پا برهنه ها می نشینی که خوشم نمی آید و از دیگر سو به خان دوران دلبستگی یافته ای. از آنها تا این فرسخا فاصله است. بیدل گفت به دیده من خان دوران نیز از همان خانواده فقراست. من فقر را دوست دارم و با غرور و تکبر دشمنم. پیش از این گمان داشتم که دولتیان و قدرتمندان همه یک دستند. مگر شاید اشتباه بوده. دیدم که دولتی درویش هم پیدا می شود که همین سید محمود خان دوران یکی از آنهاست. آن شب میرزا ظریف و بیدل تا دیر وقت در خانه دوران بودند و پس از آن راهی شهر کساری شدند. میرزا ظریف همیشه پیش از دمیدن سپیده آغاز سفر می کرد. خورجینی داشت که در آن شالهای کشمیری و چیزهای دیگری برای فروش بود. در کساری اتاقی در کاروانسرایی کرایه گرفتند. رفت آمد مسافران زیاد بود و هر روز حادثه‌ای رخ می‌داد که مانع بیدل می‌شد که درسی از تفسیر بخواند یا چیزی بنویسد. یک روز جیغ و فریاد زنی بلند می‌شد که فلان سوداگر بالایش دست انداخته است. روزی مردی یخم پاره می‌کرد که مال‌هایش را دزدیدند. روز دیگر سرایبان با مسافری قال و مقال میکرد که پول کرایه را نداده میخواست فرار کند. همینطور هر روز دعوایی و سر و صدایی و جمع شدن و بگومگوی مردمی. اوقات بیدل تلخ بود. تنها شبانه یکی دو ساعت درس تفسیر میگرفت یا شعری میسرود. چندین بار به هوای خانه عمویش میرزا قلندر عزم سفر کرد. اما داییش میرزا ظریف نگذاشت. آن روزها و هفته ها و ماهای تلخ سفری شدند. شنیده بودند که قرضدار میرزا ظریف حالا تاجر مشهوری شده است و در شهر گنگ دکان بزرگی دارد. میرزا ظریف کراچی کرایه کرد و یک روزی که مانند همیشه در کاروانسرا قال و مقال بود با خواهرزاده راهی شهر گنگ شدند. در گنگ همان تاجر قرضدار میرزا ظریف خانه ای را در کنار دریا برای بود و باشش تعیین کرده بود. میرزا ظریف و بیدل آنجا در یک اتاقی جای گرفتند. بیدل روزانه و بیشتر شبها را به خواندن و نوشتن سپری می‌کرد. وی در آن روزها کتاب مهابهارات را می‌خواند. بعضی روزها می‌دید مردی که تنها لنگ سرخی به تن داشت از کنار پنجره می‌گذشت و به سوی بیدل با دقت می‌دید. از تأثیر نگاه او ناآرامی به بیدل دست داد.
پسان بیدل معلوم کرد که آن مرد تمام روز در شهر می‌گردد و غروب هنگام با نگرش به انباج دریا عبادت می‌کند و شام به جای نامعلومی می‌رود. بعضی مهمانان میرزا ظریف گفتند که او را همه مردم شهر می‌شناسند. نامی ندارد و از هیچ کس هیچ چیز نمی‌پذیرد، اما مردم او را ملنگ می‌نامند. بیدل یکی از شام‌ها از پی او به راه افتاد تا ببیند که کجا می‌رود، چگونه آدمی است و چرا به سوی او به دقت نگاه می‌کند. در پشت خانه‌ای که دایی بیدل گرفته بود، ویرانه‌ای وجود داشت و آن سوی ویرانه چند گور که آن مرد در میان آن گورها بساطش را می‌افکند. بیدل پا به پای او رفت و در چند قدمیش نشست. مرد چند ساعت سر به گریبان انداخت و خاموش بود. یک بار سر بلند کرد و چیزهایی به زبان هندی گفت و باز خاموش شد. آن گفته‌ها به گوش بیدل آشنا آمدند. شاید همان سخنان را همان روز در مهابهارات خوانده بود. وقتی ماهتاب تمام بالای سرشان نور افشان شد، مرد باز ساعتی سر به گریبانش برد. بیدل شنیده بود که او هر آدم این شهر را به نام می شناسد، اما نام او را کسی نمی داند. از آن کسانی است که در اصل آدم های باسواد و کتاب خواندند، اما با این زندگی غر کردند و از مردم رو گرداندند. بیدل در این فکرها بود که ناگاه مردی از راه رسید، شتابان و نفس سوخته. در کنار بیدل نشست و گفت: من سوداگرم، دعوایی دارم. شنیدم که این ملنگ کاشف اسرار است و از بسیار رازهای پنهان آگاه. میخواهم از وی بپرسم که برنده هستم یا بازنده. بیدل گفت: بپرسید. من هم اولین روز است که اینجا آمدم، چیزی درباره او نمیدانم. مرد بعضی خوردنی ها آورده بود که با حرفای تملق‌آمیز نزد ملنگ گذاشت و بعد به زبان هندی مشکل خود را گفت. ملنگ یک بار آهی کشید و به سوی آسمان نگاه کرد. دستش را در زیر شالی که در کنارش افتاده بود برد و کبوتر سفیدی درآورد و بر سر خود گذاشت. کبوتر که در تابش ما چون پاره نقره معلوم می شد به این سوی آن سوی نظر انداخت و بالهایش را به هم زد و پرید. ملنگ به سوی که کبوتر رفته بود اشاره کرد و غرید: او را چه کسی آب و نان می دهد؟ مردم فرسخ ها راه می روند تا چیزی بخرند و چیزی بفروشند که سیر شوند. نه، که فربه شوند. شکم حرصشان سیری ندارد. هرچه داشته بیشتر، حرص بیشتر، و هرچه حرص بیشتر، داشته بیشتر. بروید گم شوید، همه یکی هستید. سکوت طولانی برقرار شد. مرد با امید یا ناامید به همان راهی که آمده بود رفت. بیدل نیز از آن گفته ها تکان خورده بود. فکر کرد که در آن گپ‌ها اشاره به دایی او میرزا ظریف نیز هست. با حالت شگفتی و ترس از جا برخاست و با برخاستن بیدل ملنگ مانند بیماران نالشی کرد و سرش را بر سنگی گذاشت. بیدل با درون انباشته از غوغای مبهم به سوی خانه آمد. داییش در پهلوی شمع لرزان و نیمه سوختهی چشم به راهش بود و همزمان حسابات تجارتی خود را می نوشت. می دانست که بیدل الفتی به همنشینی با درویشان و قلمدران پیدا کرده است. حتی روزی به شاه قاسم نیز این را گفته و ابراز نارضایتی کرده بود. اما قاسم با خونسردی گفته بود: بگذارش، آن هم دنیای عاشقان است. همه راه ها به خیمه لیلا می انجامد. از بیدل پرسید: نزد ملنگ رفته بودی؟ بیدل گفت: بلی. و اندیشید: پس دایی من میرزا ظریف هم در راه خطا می رود. در سفرهای دور می خواهد شکم آزش را سیر کند. سیر کردن شکم خودش که اینقدر دوندگی نمی خواهد. شاید راه زندگی عمویم میرزا قلندر کم اشتباه‌تر باشد. نمی دانم. بیدل در اندیشه وضع دایی سه شب پی هم میرزا قلندر را در خواب دید که به دروازه‌ای در می آید و بی توجه به بیدل دروازه را پشت سرش می بندد. بیدل با درون آشفته و بیمناک این را به داییش قصه کرد. میرزا ظریف هم ناآرام شد. پس چاره کرد که برادرزاده را راهی خانه عمویش کند. تصادفی خانواده‌ای رهسپار حوالی دهکده رانیساگر بودند. به خواهش میرزا ظریف بیدل را هم همراه بردند. بیدل در ساعت‌های سفر کتاب می‌خواند و هنگام دمراستی شعر می سرود یا رخدادهایی را یادداشت می کرد. 10 کیلومتر نرسیده به رانیساگر همسفران بیدل به سوی دیگر می رفتند.
بیدل ناچار بود راه مانده تا منزل میرزا قلندر را پیاده برود. هنگام نماز صبح به رانیساگر رسید. سخت نیازمند دمراستی و خواب بود. میخواست در را باز کند که چشمش به قفل زنگ زده افتاد. دانست که عمویش بسیار پیش از آنجا رفته است. در همان کنار در نشست و سرش را بر دیوار تکیه داد و خوابش برد. مدتی نگذشت که بیدل با صدای ضرب زنگ فروشنده دورگرد بیدار شد. برای یافتن نشانی جای بود و باش میرزا قلندر به سوی حجره شیخ کمال روان شد. به سختی میکوشید که بر بیدارخوابی و خستگی عمومی و درد پاها غالب شود. شیخ کمال با داخل شدن بیدل به حجره گفت: عمرت دراز است، از دیشب ذکر خیر تو میکنیم، همین چند دقیقه پیش هم از تو یاد شد. بیدل شیخ کمال را بسیار رنگ پریده و لاغر یافت. با مردی که معلوم شد از دوستانش است صحبت داشت. با آن مرد گفت: همین است، میرزا بیدل ما همین است که آمد. بیدل از عمویش پرسید. شیخ گفت: کوچیده است به قریه دور، نشانی میدهم. میخوایی به دیدار کاکایت بروی، همینطور نیست؟ بیدل گفت: بلی. شیخ ادامه داد: میدانی که دزدی و رهزنی و تاراج در راه ها بی اندازه زیاد است. بیدل گفت: من همین کتاب ها را دارم و همین شال را، دیگر چیزی ندارم. شیخ سر تکان داد: دزدان کار را آسان می سازند، اول می کشند و بعد جستجو می کنند، اگر چیزی یافتند بر می دارند و اگر نه به راه خود می روند. این برادر تمام آن حوالی را بلد است، می روی با او؟ بیدل آری گفت و قصه این سفر را در چهار عنصر خود چنین نوشت: سفر پیاده آغاز می یابد، هوا گرم و زمین از تشنگی بیتاب است، با هر گام خاک زیادی برمی خیزد، شدت گرما سخن را بر لبها خشکانده است. همسفر بیدل پا برهنه است و به تندی راه می رود. مشک کوچک آب نیز با خود گرفته است، اما آب نباید زود تمام شود، زیرا راه درازی در پیش دارند. پاهای بیدل آبله می کند. این نخستین پیاده روی دور اوست. همراهش کمی نمک روی آبله ها می ریزد و با آب پاهایش را می شوید. دستمال کمر خود را پاره می کند و بر پاهای وی می پیچد. اما درد کاهش نمی یابد. می گوید: زمین پایت را گزید، زیرا کفش تو را از زمین دور کرده است. من از روز تولد همینطور پا برهنه بودم. با زمین آشتی کن، دوست شو، بعد او هم مهربان می شود. بیدل از سخنان او و وضع خود احساس شرمندگی می کند. لنگ لنگان و با نشستنها و برخواستنها به راه می افتند. راه پیچا پیچ است و انباشته از خاک نرم که پاهای آبلدار بیدل را می آزارد. در وسط بیابان فراخی می روند که هر سو بته های خار مغیلان ایستادند. در کنار هر بته چند موش صحرایی که بر دو پا ایستاده چیزی می جوند، به راست و چپ نگاه می کنند و با نمودار شدن پرنده شکاری صداهایی می کشند و پنهان می شوند. همسفر بیدل درباره همه چیزها گپی و تبصره‌ای دارد. اگر این موش‌های صحرایی با باز و شاهین آشتی نکردند، با خود آشتی کردند. آدم‌ها با خود هم آشتی نکردند. در نیمه را پیرمردی سوار بر مادیان سفیدی نزدیک می‌شود و با احترام سلام می‌دهد. جان محمدم، همسایه میرزا قلندر، به امر او دوستی را تا ساحل گنگ رساندم و اکنون اسب در اختیار شماست. هرچه بیدل پافشاری می کند که من جوانم، چطور چون شما مرد سالمند را پیاده بسازم و خود سواره بروم، پیرمرد نمی پذیرد. بیدل ناچار سوار می شود و همراهش که پیاده گردی عادت سالهای سال اوست در رکابش می رود. به مقصد که می رسند همسفر بیدل باید برود، به سویی که خودش هم نمی داند. گام ها خودشان باید راه و منزل را تعیین کنند. چند سخنی که هنگام وداع می گوید بیشتر بیدل را دچار کشمکش درونی می کند. از وابستگی ها خود را آزاد کن، حتی از این وابستگی کفش و کلاه. با زمین دوست شو و از وی دوری مکن. تا می توانی سفر کن. سفر روحت را نیرومند می سازد و بال خیالت را فراخ می گرداند و دستت را به توانایی های نهانی می رساند. پیرمرد اینها را که گفت به امان خدایی می گوید و راه می افتد. بیدل اسب او را پس می دهد و سپاسگزاری می کند. پیرمرد با اشاره انگشت دروازه خانه میرزا قلندر را نشان می دهد و می رود. بیدل
حیران میماند که این جان محمد چه بود. در دوام ماها و حتی سالها بیدل گاه با میرزا بلندر بود و گاه با میرزا لطیف، اما دل برکندن و آزاد شدن از تعلق اسباب به صورت روزافزون وسوسه‌اش میکرد و شوق سفر در نهانش هر روز فروزانتر میشد. با خود میاندیشید بسیاری از آثار شاعران گذشته را خواندم، تفسیر قرآن، حدیث، صرف و نحو عربی، فقه و بسیاری آثار عارفان مسلمان و کتاب مهابهارات را دو بار تمام کردم. غزل هم برابر به چند دیوان معاصران سرودم. این همه بر تعلقم افزوده رفت، اما آرزوی آزاد شدن باقی است. آزاد شدن از دشمن و دوست، آزاد شدن حتی از تعلق کفش و کلاه، از وابستگی به بود و باش. سرانجام راه بیدل به دهلی انجامید. مهمان یکی از آشناها شد. او را یکی دو بار در منزل عمویش دیده بود. مرد با فروش شربت‌های دوایی زندگی می‌کرد. صحبت در خانه او که بوی دواهای مختلف داشت جالب شد. بیدل که علاقه عجیبی به دوا و دواسازی یافته بود، خاصیت گیاهان را از او می‌پرسید و با دقت می‌شنید و یادداشت می‌کرد. برای رفع تب، آب شاتره خیلی مؤثر است. برای دردسر هیچ چیز بهتر از صندل نیست. و فصل چهارم. در خانه مرد دوافروش دیگرانی هم آمدند تا با میرزا بیدل جوان که در بسا حلقه های شعر و عرفان از او بسیار یاد می شد آشنا شوند. درباره زندگی او پرس و پال کردند. بیدل کوتاه کوتاه جواب می داد. شعرهایش را هم شنیدند. اما بیدل در یک جا نمی توانست دیری بپاید. از شهری به شهری و از دهی به دهی می رفت. سرانجام وارد اکبرآباد شد. جز کتاب و کاغذ چیزی همراه نداشت. از گرمی هوا و خستگی راه در سایه دیواری آرامیده بود. هنوز آغاز خواب بود که بیدارش کردند. کیستی؟ از کجا آمده ای؟ از دهلی آمدم. فقیری از جمع فقرا. با ما بیا. با او چه کار دارند؟ مگر از دیگر مردم شهر چه فرق دارد که میگویند از کجا آمده ای؟ در راه به حرف می آیند و می گویند کامگار خان به آنها که گماشته های اویند دستور داده در شهر جستجو کنند و با دیدن آدم های غریب و قابل توجه به او خبر دهند تا اگر مشکلی دارند حل کنند. بیدل همراهشان می رود و در راه می اندیشد با من چه خواهد گفت؟ به دروازه بزرگی می رسند. جاییز کاروان سراغونه و اتاقهای زیاد پهلوی هم. زیر سایه درختی تختی نهاده شده که مرد خوشپوش و آراسته‌ای بر آن نشسته. چنان می‌نماید که منتظر بیدل است. مؤدبانه گپ می‌زند. می‌گوید در این روزگار بسیاری اهل قلم و اندیشه شیوه زیست قلندرانه را برگزیدند. من می‌خواهم آنها را بیابم و چند روزی از صحبت ایشان فیضیاب شوم. بیدل می‌پرسد در ظاهر این فقیر چه چیز قابل توجه یافتند؟ مرد می‌گوید کتاب‌های شما، کتاب‌های همراه شما. و می‌پرسد شما تاریخ نویس هستید؟ شاعر هستید؟ چه کاره هستید؟ بیدل می‌گوید غمم، دردم، سرشکم، نالم، خون دلم، داغم، نمی‌دانم عرض گم کردم یا جوهر عشقم. کامگارخان تا این را می‌شنود بیدل را قسم می‌دهد که در یکی از اتاق‌های آن خانه چند روزی بپاید و مهمان او باشد. بعد هر روز ملازمانش را می‌فرستد و بیدل را به مجلس خود دعوت می‌کند تا او را به مهمانان خاص خود معرفی کند. یکی از روزهای جمعه هم در بیرون خانه سراپرده رنگارنگ می‌زند، زمین را با گلیم‌های کشمیری و تشک‌های مخملین فرش می‌کند و چند تن از شاعران اکبرآباد و بزرگان دانش و عرفان را نیز طلب می‌کند تا محفل شعر و ادب برگزار کنند. هر کس شعری می‌خواند و نکته ظریفی بیان می‌کند. بیدل هم که از خورد و نوش به بهانه بیماری خودداری کرده است، با خوانش چند غزل همه را به تحسین و تمجید وامی دارد. در پایان روز باد تندی برمی خیزد و غبار سیاهی به هوا بالا می شود.
ناچار سراپرده و فرش و ظرف را جمع می کنند و در یکی از اتاقهای بزرگ خانه کامگارخان برای چای نوشی و وداع جمع می شوند. کامگارخان که تشنه سخن شنیدن است به همه خطاب می کند که تا حال بزم شعر بود. در یکی دو ساعت پایانی روز بزم نثر نویسی است. هر کسی درباره همین طوفان گرد و غبار امروز نثری بنویسد. برخی عذر می خواهند و بعضی دست به قلم می برند. بیدل هم در گوشهی به نوشتن مشغول می شود و زود پس از چند دقیقه مقالت ادبی زیبا و شاعرانهی زیر عنوان سرمه اعتبار می نویسد و پیش روی کامگارخان می گذارد. او هم صدا می کند: عزیزان توجه بفرمایید، میرزا بیدل نوشته خود را می خواند. بیدل مقالت را می خواند و در پایان مرحبا و جزاک الله تا چند دقیقه خاموش نمی شود. پس از آن روز توجه کامگارخان به بیدل چند برابر شد. هر روز یکی دو ساعتی با بیدل به صحبت می گذراند. از بسیاری غزلهای بیدل رونویس می گرفت و می گفت: میرزا بیدل، شما مرا مسحور خود ساخته اید. دنیای مرا غنا و رنگ و رونق دیگری داده اید. بسیار چیزها از شما آموختم. پس از چند ماه بیدل کمابیش با اکثر شاعران نامدار شهر اکبرآباد آشنا شده بود. اما کامگارخان می گفت هنوز چند شاعر بزرگ اکبرآباد را بیدل ندیده است و نمی شناسد. روزی باید با آن شاعران نیز آشنا شود. آن شاعران ماهی یک بار در منزل یکی از نوابان که گوشه شده بود مشاعره می داشتند. برای اشتراک در یکی از مشاعره ها دعوتی با مهر خود نواب به بیدل نیز رسید. بیدل چند غزل با خود گرفت و او را به دستور کامگارخان بسیار باشکوه روانه کردند. تمام راه را با هیجانی ترسامیز طی کرد و در ذهنش می گذشت که چند شاعر بزرگ اکبرآباد منتظر او هستند. یعنی آدمانی خردگیر، مغرور، با یکدیگر آشنا و بیگانه با او. سر و وضع او هم خلاف توقع آنان خواهد بود. پس بهتر است که او نخست شعرهای دیگران را بشنود و از همه آخر شعر بخواند. از بیرون آن سرا صدای شعرخوانی و واه واه و به به شنیده می شد. بیدل به در آمد و با خم کردن سر و گذاشتن دست بر سینه ادای احترام کرد و به گوشه نشست. با داخل شدن او کسی که شعر می خواند خاموش شد. همه خاموش شدند. چنان خاموشی هولناک که حتی بیدل صدای نفسهای خود را می شنید. پس از چند دقیقه سکوت آهسته به اطراف خود نگریست. گمانش درست بود. نواب بالای تختی در بالا سر مجلس بر بالشتی بزرگ تکیه کرده بود. شش هفت مرد سالمند نیز با دستارها و جامه‌های رنگارنگ گران قیمت این طرف و آن طرفش نشسته بودند. همه با تعجب به بیدل نگاه می‌کردند. بیدل با سر و ریش تراشیده و پیراهن و تنبان ارزان‌بهایی که آن را هم به خواهش مکرر کامگارخان پوشیده بود، آن گونه نگاه‌ها را به سوی خود بعید نمی‌دانست. میزبان صدا کرد: خوش آمدید میرزا بیدل. دیگران غمغم کردند، با یک دیگر چیزهایی گفتند و باز با تعجب به سوی بیدل چشم دواندند. کامگارخان بیدل را برای نواب چنان معرفی کرده بود که نواب با دیدن او شناختش. به اشاره او شاعری که شعر میخواند خواندن را ادامه داد. هر بیتی که میخواند یکی از جمع میگفت باز بخوان و چند نفر دیگر مبالغه آمیز هی هی و واه واه میگفتند. غزل دومین هم خوانده شد. غزل سومین و غزل چهارمین. نوبت بیدل رسید. او که بعضی از غزلهای خود را در حافظه داشت شروع کرد به خواندن با آن شیوه مخصوص خودش. در این گلشن نه بویی دیدم و نی رنگ فهمیدم، چو شبنم حیرتی گل کردم و آینه خندیدم. سکوت سنگینی فرمان روا شد. نه بهبهی نه واهواهی. بیدل به سوی یکی که شاعران نگاه کرد. حیرانی در نگاهشان موج می زد. نواب هم خاموش بود. بیدل رفت به بیت دوم. گشود از نفی خیشم پرده اثبات بیرنگی، پری در جلوه آمد تا شکست شیشه نالیدم. یکی که بزرگ سالتر از دیگران بود رو به نواب کرد: اگر اجازه باشد پیشنهاد می کنم که غزل از سر خوانده شود. بیدل از لحن آمرانه آن مرد پی برد که او در این جمع از عزت و احترام برخوردار است.
پس از سر شروع کرد. همین که بیت مطلع را خواند، آن مرد صدا کرد: شاعر ارجمند، چرا شعر خود را نادرست می‌خوانید؟ ببینید، شعر باید چنین باشد. در این گلچن نه رنگی دیدم و نی بوی فهمیدم. نه اینکه در این گلچن نه بویی دیدم و نی رنگ فهمیدم. آخر این مانند آفتاب روشن است که رنگ دیده می شود، بوی دیده نمی شود. چندین صدای تایید بلند شد. اکنون درست شد. مرحبا، اکنون درست شد. باز آن شاعر بزرگ گفت: چرا شما نه بویی دیدم می خوانید؟ بیدل گفت: زیرا همینطور است. من نه بویی دیدم گفتم و همان را می خوانم. حالا مصرع دوم را بشنوید. چو شبنم حیرتی گل کردم و آینه خندیدم. و رفت به خواندن بیت دوم. گشود از نفی خویشم پرده اثبات بیرنگی، پری در جلوه آمد تا شکست شیشه نالیدم. یکی دیگر گفت: من میفهمم، روشن است، بخوان. یکی دیگر گفت: این از آن غزلهای طرز جدید است که با افسوس بسیار رواج یافتند. نباب گفت: بخوانید میرزا بیدل تا ببینیم دیگر چه گفته اید. خوش من آمد. آینه خندیدم، شیشه نالیدم. بیدل خواند: خموشی در فضای دل صفا میپرورد بیدل. غباری داشت گفت و گو، نفس در خیش دزدیدم. صدایی بلند شد: واه واه، این تیر راست به هدف خورد. دیگری گفت: این چوب بر فرق ما خورد. باز غمغم کردند و چیزهایی به دیگر گفتند. بیدل برخاست و تعظیم کرد و از خانه بیرون شد. چنان با شتاب که نواب فرصت نیافت مانع او شود. یکی کاغذی به او رساند که بر آن بیتی نوشته بود: چه خطا در خط استاد ازل دید آیا، که به اصلاح سر و ریش نیاز افتاده است. بیدل هم فوری بر کاغذ نوشت: مختصر کن به تغافل هوس جنگ و جدل، مد سررشته تحقیق دراز افتاده است. و آن را به رساننده پس داد. بیدل در اکبرآباد چند ماه دیگر اینجا و آنجا می گذراند، با آدم های گوناگون آشنا می شود و تماشاگر رسوم و رواج های رنگارنگ است. باز هفته ها سفر در بیابان های بی آب و علف از دهکدهی به دهکدهی ادامه می یابد. گاه گرسنه و گاهی سیر. ناگهان درویشی به نام شاه کابلی را می‌بیند که یک زمان در یکی از سفرها شیفته قناعت او شده بود، اما نامش را نمی‌دانست و گمش کرده بود. همون که گفته بود: از ما با ماست آنچه گوییم، با همچطوری دیگر چه گوییم. آن دیدار کوتاه انگیزه سیر و سفر و غزل سرایی شبانه روزی بیدل شده بود. باورمند شده بود که همه جا همراه اوست، گو این که دیده نمی شد و پنهان بود. بیدل چشمانش را که پیچ پایش را هم دیگر به مشکل دیده می توانست، به سختی باز کرد و گم کردهش را شناخت. خود شاه کابلی بود. این دیدار ناگهانی چنان بیدل را سراسیمه کرد که نمی دانست چه بگوید. از درد گذشته بنالد یا از خوشنودی اکنون سپاس بگذارد. دلش می خواست عمر باقی مانده را در خدمت آن درویش بگذراند، اما می ترسید آن مرد کم گپ قبولش نکند. در همین سوداها نیم ساعتی در میانه بازار به سوی او هم نگاه کردند و بیدل که به سختی چشمانش را باز کرده بود، سرانجام پلکایش به هم آمد و آنی بیخود شد. تا چشم باز کرد، جای درویش دوباره خالی بود و بیدل باز او را گم کرد. باز جستجو، باز غزل پشت غزل سرودن و در جایی آرام نگرفتند. دوباره به هر شهر و دهی که گمان می برد سراغی از آن مرد خواهد یافت سر زد، اما او را نیافت. درد جستن و نیافتن روز افزون شد. دیگر باورمند شده بود که آن درویش همه جا همراه اوست، اما دیده نمی شود و پنهان است. بر قلمش آمد که: آنچه من گم کردم نایافتن گم کردم. و سرود: بران سرم که ز دامن برون کشم پارا، به جیب آبله ریزم غبار صحرا را. اثر گم است به گرد کساد این بازار، همان به ناله فروشید درد دلها را. زبان درد دل آسان نمیتوان فهمید،
شکستند به صد رنگ شیشه ما را. فضای خلوت دل جلوگاه غیری نیست، شکافتیم به نام تو این معما را. به غیر عکس ندانم دگر چه خواهی دید، اگر در آگه نبینی جمال یکتا را. به فقر تکیه زدی بگذر از تملق خلق، به مرگ ریشه دواندی دراز کن پا را. فصل پنجم. شاکاولی رفته رفته رمزی از حقیقت مطلق می شود. بیدل مانند پاره آهنی در حوزه جاذبه مغناطیسی او قرار می گیرد که خودش هم نمی تواند نامی برای آن رابطه بیابد. رابطه‌ای که تا اعماق هستی بیدل ریشه دوانده بود و به مرور زمان فراگیرتر می شد. دیگر دل بیدل از کتاب کنده شده بود و غزلهای پرسوز و گداز می سرود. مدتی می گذشت که بر تخت امپراتوری هندوستان اورنگزیب عالمگیر تکیه زده بود و هی شورش خاموش می ساخت و قیام سرکوب می کرد. هیچ گوشه‌ای از جنگ در امان نبود و بیدل در آن گیر و دار هر جا که می رفت سخن قتل عام و جور و تاراج می شنید. کودکان یتیم و زنان بیوه شده و خانه های سوخته می دید. بسا عارفان راه قلندری را گرفته بودند و این هم گونه ای از پرخاش و احتجاج بود. بیدل هم مرقع بر دوش انداخت و کلاه قلندری بر سر نهاد. کتاب ها و کاغذ هایش را بر دوش می نهاد و از شهری به شهری می برد. در راه ها شعرهای ناتمام خود را تمام می کرد و در سایه درختی یا پای دیواری یا در سکوت گورستانی آن را بر کاغذ می نوشت. شعری را که می سرود باید به آواز بلند که خود شنیده بتواند چند بار می خواند. در خموشی همه صلح است، نه جنگ است اینجا. گنچه شو دامن آرام، به چنگ است اینجا. چشم بربند گرد ذوق تماشایی هست، صافی آینه در کسوت زنگ است اینجا. گر دلت ره ندهد جرم سیه بختی توست، خانه آینه بر روی که تنگ است اینجا. تایر عیش مقیم قفس حیرانی است، مگذر از گلشن تصویر که رنگ است اینجا. در ره عشق ز دل فکر سلامت غلط است، گر همه سنگ بود شیشه به چنگ است اینجا. چرخ پیمانه به دور افکن یک جام تویی است، مستی ما و تو آواز ترنگ است اینجا. شوق دل همسفر قافله بیهوشی است، قدم راه روان گردش رنگ است اینجا. از ستم دیدگی طالع ما هیچ مپرس، آنچه پیچ تو نگاه است خدنگ است اینجا. طرف دیده خونبار نگردی زنهار، عشق چون آینه شد کام نهنگ است اینجا. دو جهان ساغر تکلیف ز خود رفتن ماست، دل هر کس به تپد قافیه تنگ است اینجا. منزل عیش به وحشت کده امکان نیست، چمن از سایه گل پشت پلنگ است اینجا. وحشت آن است که ناآمده از خود بروم، ورنه تا عزم شتاب است درنگ است اینجا. بیدل خبر داشت که در کدام کوچه ها و کدام روزها چند شاعر شهر جمع می شوند و شعرخوانی می کنند. گاهی به آن خانه ها می رفت و شعر خود را می خواند. گاهی از آنجاها به چنان کج بحثی ها بر می خورد که بهتر می دانست با آن مردمان خودخواه و کوتاه نظر و بیشتر حسود روبرو نشود. آنها می گفتند چرا چنان پیچیده بیان می کند؟ چرا نگفته از شمع می سوزد و گفته از شمع می خندد؟ می گفتند شما دیده اید که کسی آینه کاشته باشد؟ پس چرا گفته اید آینه می کارم؟ ناله درو کردن هم اختراع عجیبیست، مبارکتان باشد. بیدل با آنها می گفت آخر این دنیای شعر است، دنیای تخیل است، دنیای کنایه ها، مجاز ها و استعاره هاست. چرا باید با واقعیت زندگی جاری مطابق باشد؟ و به کار خود مشغول می شد.
روزی در آفتاب سوزان مرقعش را زیر پا انداخته بود و قصیده‌ای را به پایان می رساند که چند زن دورش را گرفتند. از او خواستند که یا برود بر بالین بیمارشان دعایی بخواند یا تعویذی بنویسد. بیدل نمی توانست از سرایش قصیده دل بکند. گفت ساعتی صبر کنید، این کارم را به پایان برسانم. اما زنان مویه کردند و بیدل که در عالم قصیده خود فرو رفته بود و مصرع‌ها و بیت‌ها در ذهنش زنجیره می‌بستند، ناچار برخاست، مرقع را بر دوش افکند و گفت برویم. بسیار دور نرفتند. در یک کوچه که بوی سرگین می‌داد و چند گاو در آن سرگردان بودند، به یک خانه بی دروازه داخل شدند. زنی در خواب تبالود فرو رفته بود. بیدل بر چهارپایه‌ای نشست، به زمین چشم دوخت و دعاهای مکرر خواند و از درون دل تندرستی آن بیمار را از خدا خواست. در همین حال پسرک جوانی وارد شد. چند جای رویش سیاه بود و بوی آهن و زغال بر جامعش نشسته. گفت خدا شما را فرستاده است که برای مادرم دعا بخوانید. من شما را دیدم و می شناسم. در چارسو در دکان آهنگری شاگردی می کنم. در بین صحبت، دختری پیچیده به ساری سرخ کمرنگ هم آمد و چیزهایی در ظرفهای کوچک آورد. پسر جوان گفت ما بانو میرزا بیدل را شناختی؟ همان شاعر معروف؟ نگاه ماه بانو آهسته به سوی بیدل خرامید. تبسمی کرد. بیدل در سیمای او غرور فقر را دید. خوشش آمد. بیاد آورد که در پهلوی آهنگری دکان کوچک دارو فروشی است. یک پول کوچک در جیب پیراهن خود یافت و به پسر که نامش خیرالدین بود داد تا برود از دکان دارو فروشی عرق شاتره بخرد. پسر رفت و زود برگشت. بیدل آن را به بیمار خوراند و میخواست هرچه زودتر از بهبود حال بیمار مطمئن شود و خود را به گوشه‌ای بکشد. کم کم دیگرانی هم آمدند و بیدل را دوره کردند. همه در پایان دامن او را گرفتند که شیوه زیست قلندرانه را بگذارد و به زندگی عادی برگردد و خانواده بسازد تا مردم آسانتر بتوانند از دانش و بینش او بهره‌مند گردند. در کنار آن شاعران و ادب دوستان نیز از مجالست با او فیض یابند. یکی از همسایگان که نامش خداداد بود گفت من اینجا یک اتاق دارم که خالی مانده است. تنها چند کتاب از بازمانده های کتاب فروشی من در آن نهاده شده است. آن اتاق را تا هر زمان که اینجا بمانید در اختیار شما میگذارم. بیدل در آن دقیقه ها خاموشانه میاندیشید. خوب شدن حال بیمار، آن اتاقی که بر رفهایش چند کتاب زیر روپوشی از گرد گذاشته شده بود و فقر خانواده خیرالدین همه او را به ترک زندگی درویشانه و تشکیل خانه و خانواده و فضیلت آن بر دورگردی فرا میخواندند. صبح آن روز خداداد در سینی مسی چای با شیر جوشانده آورد. بیدل را شادگونه صدا کرد و از حال خوش مادر خیرالدین گفت. بعد شیر و چای را با صدای ریزش بلند در پیاله بیدل ریخت و گفت من عاشق شعر هستم. بیدل دست خود را بر سینه زده گفت این فقیر هم عاشق کسی است که عاشق شعر باشد. دست هم را فشردند. خداداد که روزگاری دوا و کتاب می فروخت دکانش سوخته و ورشکسته شده و حالا به نعلبندی مشغول بود. بیدل کتابهای او را یک یک از نظر گذراند و با لطه‌ای که در دست داشت گردگیری کرد. یکی از کتابها را ورق زد و به خداداد گفت این نسخه خطی شعرهای ظهوری را خوانده ای؟ خداداد گفت من کتاب فروش هستم نه کتاب خوان. بیدل لبخندی زد. اینها را باید بخوانم. باید بخوانم. اینک دلیلی برای ماندن پیدا شد. چند کتاب دیگر را نیز برداشت و گردگیری کرد. آرام گفت فسوس الحکم را می جستم و نمی یافتم. اما باور داشتم که جوینده یابنده است. کتاب دیگری برداشت، خاکش را تکاند، بیت آغازین ساقی‌نامه ظهوری را خواند. ثنا می کنم ایزد پاک را، ثریاده طارم تاک را و گفت هی هی چه آغازی؟ کتاب دیگری برداشت. اوپانیشاد. میگویند که این کتاب را داراشکوه به فارسی کرده است. در همین هنگام زن بیمار که سرش را با دستمال بسته بود و پسرش خیرالدین بازویش را گرفته بود در کفشکن نمودار شد و بیدل دید که شکرگزاری و دعا میکنند. خواستند تنبانی برای بیدل تهیه کنند اما او رو به خداداد کرد و گفت
تو غم کاغذ مرا بخور، بی جامه می شود، بی کاغذ نمی شود. خداداد رفت و ساعتی نگذشت که با بسته بزرگی کاغذ، چند قلم و چند دوات سیاه برگشت و هنوز به خانه در نیامده گفت: اگر می دانستید که اینقدر زود میسر می شود، چیز مهمتر از خدا می خواستید. بیدل گفت: در این صورت هم کاغذ می خواستم، نه چیزی دیگر. همان دم چند ورق کاغذ را بر زانویش گذاشت و شروع به نوشتن کرد. بر ابروان نازکش گره افتاد. قامتش کمی خمید و دستش بر روی کاغذ می شتافت. پس از چند دقیقه ورق سیاه شده به گوشه گذاشته می شد. ورق یکم، ورق دوم، سوم. خداداد خاموش بود و شگفت زده می نگریست. درباره نان شب پرسید، اما پاسخی از بیدل نشنید. کوزه آبی آورد و با جام مسی در گوشه خانه گذاشت و رفت. بیدل شب هم تا نیمه ها در کنار شمع می نوشت. در پیرامون بسترش کاغذ فراوانی پهن شده بود. چند روز همان گونه گذشت. تنها گاهی هنگام وضو در بیرون اتاقش دیده می شد. در آن چند روز پریدرنگ‌تر شد. ریش و موی سرش هم دراز شد. خداداد می کوشید مزاحمش نشود. فقط برایش غذا می آورد و می رفت. از پشت دروازه اتاق صدای او را می شنید و مانند جادو زدگان بر دیوار تکیه می زد و می نشست و گوش فرا می داد. صدای بیدل گوش نشین و سنگین بود. واژه‌ها را دانه دانه مانند مرواریدهای تابناک ادا می کرد و در شعرهایی که می خواند عشق و حیرت موج می زد. خداداد به فکر بهانه‌ای برای دیدار با او افتاد. رفت و پیاله شیر آورد. دید بیدل در میان انبوه کاغذها چهارزانو نشسته است. پیاله شیر را آرام پیشش گذاشت. بیدل گفت: یک مثنوی عرفانی را بامداد امروز به پایان رساندم. نامش محیط اعظم است. خداداد شادمان شد و اجازه خواست به خاطر سروده شدن محیط اعظم محفلی ترتیب دهد. خودش دروازه چند خانه دوستان را کوبید و به چند خانه دیگر هم خیرالدین را فرستاد. یکی یکی آمدند. هیاهوی شادمانه برخواسته بود. بیدل سر و ریشش را تراشیده بود. پس از آنکه قاری مراد بخش خادم چند آیت خواند و همه به درازی عمر بیدل و اتفاق مردم و قطع جنگ و خونریزی دعا کردند، بیدل چند صفحه از محیط اعظم را قرائت کرد و در ضمن توضیحاتی داد که همه اهل مجلس را گرویده ساخت. سراج الدین کفش دوز 80 ساله که شاگردانش را زیاده بر کفش دوزی قرآن و علوم دینی نیز درس می داد، پس از خوانش بیدل لب به سخن باز کرد. میرزا بیدل، انزوا گزینی به شما نمی زیبد. کسانی به تدریس شما نیازمندند. به ارشاد شما، دعای شما، نوشته های شما. بیرون بیایید از این اتاق. بیدل گفت: می پندارم که از من نیازمند تر کسی نیست. در میانه آن مجلس بیدل از کسی شنید که عمویش میرزا قلندر چندیست درگذشته است. معلوم شد که از درگذشت او 2 ماه گذشته و بیدل بیخبر بوده است. تکانی خورد و به خود آمد. قاری آیتی دیگر خواند. خبر را سراج الدین و خداداد می دانستند. اما بهتر دانستند که تا پایان کار سرایش مثنوی محیط اعظم آن راز را نهفته نگه دارند. فضا دگرگون شده بود. بر پیشانی ها چین افتاده بود. بیدل در برابر نگاه های دلسوزانه قرار گرفت. از هر لبی عبارت های تسلی آمیز شنیده می شد. غم بیدل تا هفته ها دوام یافت. اما اندک اندک رو به کاهش رفت. جلسات شعرخانیش منظمتر و فراختر می شد و غزلهایش شهر به شهر می رفت. مادر خیرالدین تندرستیش را باز یافت. با شوق برای بیدل آب وضو می آورد و شیرچای دم می کرد. دوست داشت بیدل دامادش بشود. چون این هم شد. با تلاش سراج الدین کفشلوز و خداداد سخنها در این خصوص به میان آمد. بیدل دانست که همه جا سخن درباره زن گرفتن اوست و سرانجام دوستان یک باره و با هم به اتاقش آمدند. بیدل با نگاه‌های جدی و پرسش‌آمیز به سوی هر کدام نگاه می‌کرد. شاگردان سراج الدین با نگریستن به زمین و ننگریستن به روی بیدل به چیز مهمی که رخ خواهد داد اشاره می‌کردند. کم کم سخن‌ها روشن گفته آمد. بیدل از حیا زبانش بند آمده بود. سراج الدین 80 ساله سرانجام به زبان آورد که دستها را به دعا بردارید، خداوند میرزا عبدالقادر ما را با نورچشمی، ماهبانو،
خوش و خوشبخت بدارد. از پروردگار التماس میکنیم که هر دو به پای هم به پیری برسند. همه دست ها به دعا بلند بود. بیدل متوجه شد که دستان خودش هم بالاست. با خود فکر کرد که این دیگر کار تقدیر و رضای خداوند است و تسلیم باید شد. صدای مبارک مبارک برخاست و قاری آماده شد که نکاه ببندد. مادر ماهبانو و برادرش خیرالدین هم آمدند و اشکهای خوشی بر رخسارها می لمزید. فصل ششم. بیدل رفته رفته با تلاش سراج الدین با نوابزاده آشنا شد که با عاقل خان در دهلی ارتباط داشت. دوستان بران شدند که بیدل با چند غزل از خودش و نسخه دست نویس از مثنوی محیط اعظم به ملاقات نوابزاده برود. روزی که بیدل عازم خانه او شد، سراج الدین و یارانش هم همراه بودند. نوابزاده از سراج الدین سپاسگزاری کرد که او را با بیدل آشنا کرده است. سپس رو به بیدل کرد و گفت: ازدواج شما را مبارک باد میگویم. نامه و چند غزلی را که از شما برای عاقل خان میبرم او را خوشنود خواهد ساخت. در دهلی شاعری مانند شما کمیاب است. بیدل از دل مشغولی نوابزاده پرسید. وی در پاسخ گفت: شکار و جمع‌آوری و خواندن شعر، اینها کار من است. در ضمن مانند پدر به زمینداری هم مشغول هستم. سپس از بیدل پرسید: میرزا، شغل شما چیست؟ بیدل گفت: شغل من ستایشگری آشتی و محبت است با زبان ادب، با زبان شعر و با زبان نثر. این گفته باعث شد که چند دقیقه همه سکوت کنند و به فکر بروند. فهمیدن چنین شغلی آسان نبود. نوابزاده گفت: من فردا رونده دهلی هستم. کاش می توانستم چند روزی در صحبت شما باشم. سراج الدین که تا آن وقت خاموش بود گفت: میرزا بیدل هم شاید سفری به دهلی داشته باشد، اما نه به این زودی. نوابزاده رو به بیدل کرد: از شما باز هم سپاسگزارم میرزا. از دیدار شما بی‌حد خوش شدم. من شعرهای زیادی از شاعران جمع کردم و در ساعات فراغت از کارهای زمینداری شعر می‌خوانم. اما در این سالهای اخیر شعرهایی می‌خوانم که گاهی به مقصود شاعر پی نمی‌برم. این خوشبختی هم تا حال میسر نشده که از خود شاعر بپرسم مقصودش چه بوده است. به طور مثال همین مصرع شما را نمی‌فهمم. آنجا که گفتید: بیا ای جام و مینای طرب نقش کف پاگرد، به معنای این است که جام و مینای طرب نثار قدومت پایندازد یا نقش کف پاید یا جای پاید بر زمین، یعنی جام و مینای طرب وسیله شادمانی من است. بیدل آرام گفت: همین دومش. بله همین دومش. با هم خندیدند. بیدل گفت: از نقدینه‌ای که فرستاده بودید سپاسگزارم. نوابزاده سر تکان داد: سزاوار یادآوری نیست. مگر نگفتید که نقش کف پای یار هنگامی که می رود و پرسید یا هنگامی که می آید؟ بیدل گفت: برای من هنگامی که می آید، چون گفتم بیا ای جام و مینای طرب نقش کف پاید. همه از این بحث در حیرت شدند. بیدل تمام راه به سوی خانه با سراج الدین و یارانش در این باره می گفت که فضای زندگی نوابان و ارباب جا از طنز و مطایبه لبریز است، چیزی که ما و هزاران دیگر آن را گم کرده ایم. سراج الدین هم تأیید کرد که صحبت دلچسبی بود. یاران برای بیدل کاری پیدا کردند در کوفتگرخانه. بخشی پیرمرد ثمروندی مسئول آنجا گفت: یک بار بیاید که آشنا شویم، بعد گاهی اینجا و گاهی نزد خانواده میتواند باشد. تنخواهش را برایش میرسانیم. بیدل راهی گجرات شد. بخشی برایش توضیح داد که ما اینجا ضرورت‌های هر لشکر را آماده میسازیم. نام شما را هم که از اهل قلم و شاعر هستید نوشتم. در کوفتگرخانه کار بی جنجال است. به زودی خودم همینجا شما را باشی میسازم. محمد اعظم‌شاه هم که خبر شود شما اینجایید خوش میشود. این پیرمرد که میخواست بیدل را در محل کار باشی، سرور و سرپرست کند، خودش در یک اتاق کوچک کار میکرد و هر بار که بیدل به دیدارش میرفت یا سر نماز بود و یا کتاب میخواند. او تنها یک کتاب داشت و همیشه همان را برق میزد.
کم کم شعر هم می گفت و پس آنها شعرهای خود را می داد که بیدل اصلاح کند. بیدل در آن مدت با شاعرانی هم آشنا شد. با نعمت خان عالی، راسخ، حکیم سید حسین شهرت، سالم کشمیری و چند شاعر دیگر. گاهگاهی دیدارهای تصادفی میسر می شد. ماهیانه کار هم به خوبی برای خانواده بس می کرد. دو سال و چند ماهی همچنان بی سر و صدا گذشت. روزی بخشی خبر داد که فرزند محمد اعظم شاه از اینکه میرزا بیدل هم در اردوی او خدمت می کند خوشنود شده و خواسته است که قصیده‌ای در متنش بسراید تا مرتبه شاعری او فهمیده گردد و وظیفه برابر با لیاقتش داده شود. بیدل در حال دودلی و تردید مدتی غیبت کرد، اما بعد قصیده‌ای در 27 بیت سرود. قصیده را قاری خادم که خطی خوش داشت چند نسخه کرد و نقدی از آن را بیدل برای بخشی برد. بعد از 20 روز بخشی به بیدل خبر داد که منصب باشیگری کوفتگر خانه را برای میرزا بیدل تعیین فرمودند و چون در قصیده تقاضایی از دربار نشده است معلوم کنید که تقاضا چیست تا برآورده سازیم. بیدل مانده بود چه تقاضایی از دربار کند. سراج الدین و خداداد هر کدام با خوشحالی منصبی را برای بیدل مناسب شمردند. بیدل با آنکه سرپرست کوفتگرخانه شده بود نمیخواست وظیفه سنگین دولتی و نظامی را بر دوش بگیرد، اما چگونه باید گفت که باعث رنجش نشود. چند روزی در اندیشه گذشت و سرانجام بهتر دانست نامه‌ای بنویسد و در آن نامه بگوید که بنابر ضعف تن و ناتوانی اجرای کارهای مهم برای وی دشوار است و نوشت برایش همین بس است که سرخیل دعاگویان باشد. نامه نوشته شد و نقلی از آن را در میان دیگر نامه ها گذاشت و اصل را به نشانی بخشی فرستاد تا برساند. پس از چند ماه اطرافیان بیدل متوجه شدند که دیگر نه اون پی تنخواه می رود و نه کسی تنخواه می آورد. دل نمی کردند که این موضوع را با او در میان گذارند. با این همه بیدل جواب خود را آماده داشت. هر چیز آغاز و انجام دارد. ملازمت من هم شاید به انجام رسیده است. در زمانه ای که اهل سواد و قلم در کشمکش قدرت ها جایگاه و پایگاه می جستن و از حیله های راه یافتن به دربار شاهزادهی، نوابی و خانی کوتاهی نمی کردند، بهتر بود که بیدل درباره ارتباط کوتاه مدتش با دربار محمد اعظم شاه چیزی به کسی نگوید. هر روز در هر خبری از هر جایی که می آمد شکایت ناامنی بود. هر روز یک جایی می سوخت و از کنار کهزاری، راهی، چاهی چند جسد یافته می شد. بعضی ثروتمندان زندانی می شدند و پس از دادن رشوت رها می شدند. یگان خانه را مردان مسلح ناشناس غارت می کردند. علت همه این رخدادها روشن نبود یا برای مردم عادی روشن نبود. بیدل می گفت این دولتداران در آشتی خامند و در جنگ پخته و باور داشت که مردم چه فرماندهان و چه فرمانبران بسیاری چیزها را نادرست می فهمند و بنابراین نادرست عمل می کنند. خودش روزها و شبها سرگرم نوشتن بود. به برادرزنش خیرالدین هم نوشتن و خواندن زبان فارسی می آموخت. گاهی درباره زندگی در دهلی فکر می کرد. شعرای بزرگی در آن شهر بودند و مردمی شعرشناس و عرفان پرور. با خود می گفت در دهلی شاعر و نویسنده و عالم و عارف زیاد است و صدایت رساتر و شنیدنی تر می شود. پس تصمیم خود را گرفت و یک روز با ماهبانو از همه خداحافظی کردند. ماهبانو چند پاره نان و چند تخم مرغ جوش داده، مقداری گندم بریان و یک مشک کوچک آب را در خورجینی جا داده، بر پشت اسب بار کرد و با دعای اهل خانه حرکت کردند. راه انباشته از مسافر بود. هجوم سیلاسای مردم به سوی پایتخت، رهزنان و دزدان را نیز برانگیخته بود. یک بار در راه خورجین بیدل جستجو شد. چیزی گفتن را مصلحت نمی‌دید. کتاب محیط اعظمش را گرفتند و گفتند این چه کتابی است؟ تو کیستی؟ تو مسلم هستی؟ پاسخهای بیدل غالبا نامشخص و چند معنایی بود. سردسته یکی از گروه‌های راهزن گفت اگر بدانم که مسلم و دولتی هستی همینجا سرت را از تن جدا می‌کنم. و نوک شمشیرش را تا گوشه چشم بیدل پیش آورده بود. دسته دیگر از رهزنان از سر و گوش و گردن و دست و پای زنان همه زیورها را جمع کرد و برد. بیم جان آبونان را از یاد برده بود. همه می‌خواستند زودتر به منزل برسند. از ترس حتی گریه در گلوی کودکان می‌خشکید. کسی در بند غفلت مانده‌ای چون من ندید اینجا. دو عالم
یک در باز است و می جویم کلید اینجا. سراغ منزل مقصد مپرس از ما زمین گیران. به سعی نقش پا راهی نمی گردد سفید اینجا. تپیدن ره ندارد در تجلیگاه حیرانی. توانگر پای تا سر عشق شد نتوان چکید اینجا. به دل نقشی نمی بندد که با وحشت نپیوندد. نمی دانم کدامین بی وفا آینه چید اینجا. مرا از بیبری هم راحتی حاصل نشد ورنه بهار سایه‌ای رنگین تر از گل داشت بید اینجا. هجوم درد پیچیده است هستی تا عدم بیدل. تو هم گر گوش داری ناله‌ای خواهی شنید اینجا. غروب هنگام سومین روز بود که بیدل و ماهبانو به مقصد رسیدند. اول وارد بازار دهلی شدند. دهلی پرجوش و خروش بود و مردم سرگرم زندگی بودند. شهر آرام بود و هر کس به کار خود مشغول. اگر در دیگر شهرها شورش بود و خونریزی و ناامنی، اینجا در بیخبری غرق بودند. بیدل ناگهان متوجه شد که چند کس با شگفتی به پشت سر او می نگرند. تا سرش را گرداند، چشمش به شاه کابلی افتاد که نفس زنان پیاپیش می آمد. همدیگر را در آغوش گرفتند و رفتند دور از ازدحام در گوشه نشستند. شاه کابلی از حالش پرسید. بیدل قصه کرد که زن گرفته است، اما شبی خواب دیده که دارای فرزند نخواهد شد. شاه کابلی که خاموشانه می شنید، آرام گفت، شاید چنان رفته است که از ما نسل تداوم نیابد. و نصیحت کرد، تا می توانی به رضای دلها بکوش که رضای خداوند در رضای بندگان اوست. بیدل که بیش از حد گمان خسته و کوفته بود، سرش را به دیوار تکیه داد و گوش به حرفای شاه کابلی نهاد که بسیار آهسته سخن می گفت. ناگاه چشم گشود که دید شاه کابلی رفته است. قهرش آمد، چرا خوابش برد؟ این پنهان پیدا کجا رفت؟ چرا خود را نشان می دهد و می گریزد؟ مورموری در رگهای دست راستش احساس کرد و تخمه شعری در ذهنش رویید. ای جگر خون کن پوشیده و پیدا چه بلایی، جلوه هایت همه اینجاست، تو باری به کجایی؟ تو نگاهی اگرم دیده زند فال تماشا، وگر از تار نفس نغمه تراود تو صدایی. چشم من بی تو تلسمیست به هم بسته ز عالم، این معمای تحیر تو مگر بازگشایی. مقصد بینش اگر حیرت دیدار تو باشد، از چه خود بین نشود کس که تو در کسرت مایی. بی ادب بس که به راه طلبت راه گشودم، میزند آبلم از سر عبرت کف پایی. دل ز نیرنگ تو خون شد، خرد آشفت و جنون شد، ای جهان شوخی رنگ تو، تو بی رنگ چرایی. دل بی دل نکند قطع تعلق ز خیالت، حیرت و آینه را نیست زهم رنگ جدایی.